سلام خوش اومدین به 106 امین شماره از روزنامه توپ امروز شنبه دوم اردی بهشت به ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. روی موج داربی شماره صد جنگ تمام ایار برای جام پرسپولیس و استقلال در حالی فردا به مسافه هم میرن که هر دو تیم میدونند تصاوی در این بازی ارزشی براشون نخواهد داشت. شرایط جدول باعث شده که تصاوی احتمالی در داربی بهترین نتیجه ممکن برای سپاهان باشه و اگه سرخابی ها دوست دارند جام قهرمانی در تهران باقی بمونه باید هر طور شده از این بازی سه امتیاز رو بگیرن پرسپولیس 54 امتیازی در رده سوم قرار داره و استقلال 55 امتیازی صدرنشین لیگه درخواست عجیب هواداران پرسپولیس حسینی را بزنید استقلال گلر دوم ندارد. دروازبان اصلی استقلال در داربی شماره صد حسین حسینی است و حالا خبر ورزشی مدعی شده که برخی از هواداران پرسپولیس در فضای مجازی از بازیکنان تیم محبوبشون خواستند تا طی مسابقه حسینی را بزنند چون استقلال گلر دوم نداره. با مصومیت رضایی گلر سوم استقلال سینا سعیدی روی نیمکت آبی پوشان خواهد نشست. محمد رضا احمدی گزارشگر داربی سند دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال از هفته 27 لیگ برتر فردا از ساعت 16 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد که این بازی را محمد رضا احمدی گزارش خواهد کرد. قیمت های نجومی بلیت داربی در حالی که بلیت فروشی دیدار پرسپولیس و استقلال از صبح روز گذشته آغاز شده بود خیلی زود در فضای اینترنت بازار سیاه بلیت های داربی کلید خورد تا بار دیگه شاهد قیمت های نجومی برای بلیت های این مسابقه باشیم در این زمینه یک جستجوی ساده در اینترنت نشون میده قیمت بلیت های داربی روز یکشنبه در بازار سیاه به یک میلیون و هزار تومان رسیده. مهاجم استقلال در آستانه تاریخ سازی در آورد ارسلان متحری مهاجم استقلال که پیش از این تونسته بود چهار بار به پرس گل بزنه در صورتی که در بازی اصر یک شنبه هم بتونه تور سرخ پوشان رو به تور دروازه سرخپوشان را به لرزه در بیاره در لیست گل زنان داربی ضمن عبور از فرهاد مجیدی در کنار بزرگانی همچون غلام حسین مظلومی، علی جباری و حسین کلانی قرار خواهد گرفت.